در همین مورد بحث داریم با آقای عبدالوارث سیغانی استاد دانشگاه سلام بر شما خوش آمدید آقای سیغانی ممنون شما چه چی چیز سبب شد که یک بار دیگر در کنار که روابط اقتصادی چین و یالات متحده همچنان به تیرگی در دسته در بخش تایوان هم این روابط در حال حاضر برتنش شده است و یک بار دیگر امریکا از چین انتقاد کرده در این رابطه عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم برنامه شما ببینید ما میخوایم کمی به عقب برای که برای بنندگان ما تثبیت شود که دقیقا این مسائل آب و شخوری چی مواردی هست اما ترتبه که همه میدانند که تنش ها میان ایالات متحده آمریکا و چین تازگی نداره از زمان حکومت آقای اوباما شروع شده و همه میبینن که مسائل اقتصادی سیاسی و مسائل جوپولیتیکی که در میان کشورها وجود داره آمریکا تلاش میکنه تا نقش و کلیدی خود را در همه عرصه ها به خصوص در پروسه اقتصادی و سیاسی بازی بکنه اما آنچه که در بحث تایوان هست من فکر میکنم که آمریکا پس از شیوی ویروس کرونا امون ترتیبی که ضربه مهلکی بر پیکر اقتصادی آمریکا وارد هست و آمریکایی ها بیشتر شاکی هستند که چین در این زمینه نقش داره و اینا این ویروس در واقع شیو دادن من فکر می کنم که آمریکایی ها بیشتر متوسل میشن به یک ابزاری که چطور بتوانه بر چین فشارهای بیشتری وارد بکنه اساسی ترین مورد هم امی پنداشته میشه برای که آمریکایی ها یک ابزاری داشته باشه برای اینکه با توسل به او بر چین اینطور عنوان بکنه که باید به بخشی از آنچه که آمریکا ماهیل هست او عملی و اجرا بشه چین باید تمکین بکنه و این موارد باید عملی بشه و بحث دیگر جنجالی که میان خودی چین و تایوان موجود هست که چین همواره تلاش کرده که این جغرافیا محدودی از جغرافیایی را به جزء قلم روی خود قلم داد بکنه و از یک طرف دیگر تایوانی ها اینطور ابراز نظر میکنه که گویا آنها کشور مستقلی هستند مردم مستقل هستند بنابراین این استقلال طلبی ها و این باوری تصاوب گونه بر بخشی از این موارد ای را بیان میکنه که دقیقا این جنجال ها باعث میشه که بخشی از کشورها با استفاده از این فرصت چطور بتوانه در واقع به چند را زمین گیر بسازه ایالات متحده آمریکا امان ترتیبی که میبینید که یک رقابت بسیار تنگا تنگ با پیکین داره و ای تلاش میکنه که چطور بتوانه چین را در واقع زمین گیر بسازه متوسل به امچون ابزار میشه که امروز ما ببینیم ولی آن که ما مطرح می کنیم است که ما فکر می کنیم که این طور واکنش ها و ابرازی نظر از دو سوی این تنش و این جنجال فکر می کنیم که قضیه را پیچیده تر می سازه بنابراین آمریکا و ایالات متحده آمریکا و چین واردی یک سانه دیگه یا یک عرصه دیگری میشه که این وضعیت باعث بحران ها و جنجال های پیچیده تر ازی خواهد شد درست اگر منافع هر دو کشور رو بحث کنیم طبیعی است که چین تایوان ها بخش از قلم رو خود میداره اما امریکا دنبال چه منافع در کنار تایوان است که از تایوان در حال حاضر اینا پشتیبانی میکنن و شما توانایی های تایوان ها در حال حاضر در کدام سطح میبینین با امریکا خود دقیقا برای این که چطور بیتوان سلاح و تسلیحات بفروشه به تایوان اما ترتیبی که 114 بال موشک و با چند بال تیاره را تقریبا 60 پرونده هلیکوپتر به تایوانی ها وعده کردن که بفروشن با استفاده از این بتوانه در واقع در منطقه یک تسلط کاملی را بر بالای چین داشته بوده باشه و هم بتوانه اون بحث فروش تسلیحات خود را ادامه بده ولی من فکر می کنم چون وضعیت تایوان در مقایسه با وضعیت چین بسیار یک تفاوت فاحش داره تایوانی ها نمیتوانه با چنین عمل کرده که گویا در واقع تعامل را با آمریکا با و با تعامل بتوانه ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد و وضعیت سیاسی در چین بگذاره این امر محال پنداشته میشه چرا برای اینکه هنوز هم تایوان به اون پیبانه در واقع این رشد اقتصادی و سیاسی نداشته که بتوانه با توسل به امکاری آمریکا در واقع چین رزمین گروه بسازه ولی چین همواره تلاش کرده که با توسل به فشار نظامی و فشار دیپلماتیک تایوان ها را به سری جایش بشانه بنابراین از یک طرف این که این جنجال ها و تنش ها چقدر میتوانه وضعیت دو طرف را در واقع پیچیده بسازه بحثی اساسی است که بله. کشورها به خصوص آمریکا بیشتر تلاشش است که تنش بیافرینه و با توسل به این تنش بتوانه در واقع چین را درگیر بسازه تا نتوانه در واقع اون باوری که فرموده میشه که تا 2025 چین یکی از قدرت مهم اقتصادی است که اقتصادش از اقتصاد آمریکا بلند میزنه بنابراین آمریکا بیشتر دنبال این بحث اقتصادیش بیشتر توجه میکنه ولی مسلما چین تلاش میکنه که هم وضعیت اقتصادی را کنترل بکنه و هم وضعیت سیاسی را به همین ترتیب است که چین در تازه ترین موارد در بحث افزایش در واقع بودیجه نظامی خود این ادعا اکثر سر, سر تغییرات را آورده با توسل به توان نیروهای نظامی شبه در نزه بکنه که بتوانه به فشار اما چیزی که این رابطه بر تنش ساخته در مورد تایوان میانه ایالات متحده آمریکا و چین فرستادن یک کشتی جنگی آمریکا به طرف تایوان است و وزیر خارجه ایالات متحده انتقاد میکنه که خب این اقدام از اینو ناشی از اون اقدامات خصمانه روزافزون چین است یعنی اشارهشون به کدام مورد است چین در پای کدام اهداف است که میخواد با در کنار تایوان دنبال بکنه که همچنان میتوانه ضربه منطقه باشد. چون این بخش منطقه را می داند چین نارام بسازد در این قسمت من فکر میکنم که وزور آمریکا را چین در واقع یعنی مداخله در امور داخله میپندارن برای که امواره چینایی ها این طور مطرح میکنن که تایوان بخشی از خاک ماست بله, بله ولی اگر این چنین اقداماتی بروز میکنه یا به نمایش گذاشته میشه ایره چین هم برای خود یک تهدید میشماره و در این حال هم دخالت میشماره به همین اساس است که چین نمیخواهد که هیچ گونه اقدامی علیه امنیت و وضعیت داخلی چین بروز بکنه از سوی آمریکا ولی آمریکایی ها با توسل به یک ابزاری که ما بتوانیم در واقع برای این که از تایوان دفاع کرده باشیم در برابر چین تشکر. و چون نتوانه با توسل به ابزارهای بله. نظامی و فشارهای نظامی در واقع ها و های خود را بقبولاند. تشکر سپاس از اینکه شما حضور یافتین ممنون شما